جلسه 75 از آموزش افتر افکت رو شروع میکنیم. تو این جلسه میخوام یاد بگیریم چطور میتونیم یک ویدیو رو یا یک قسمت از ویدیو رو سیاه‌سفید کنیم و با افکت های بلک اند وایت، لیف کالر، هیو سچوریشن، کروز و کالر کی آشنا بشیم. یه دونه ویدیو کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. خب فیتش کنیم. از این قسمت افکتس اند پریسیتس بلک اند وایت رو سرچ میکنم، کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. به همین راحتی سیاه‌سفیدش کرد. حالا شما میتونید این اعداد رو عوض کنید و یه مقدار، مثلا ببینید وقتی تغییر میدم همون سیاه‌سفیده، فقط یه مقدار مودش رو تغییر میده. اگر بخواد خیلی این مود رو تغییر بدید، میتونید این دکمه رو کلیک کنید و بعد رنج بدید، مثلا بگید زرد باشه، ببینید به این مدل میشه، یا بگید آبی باشه، دیدید بعضی از سیاه‌سفیدا مثلا آبی کم رنگند. با این متد شما میتونید خیلی راحت ویدیوتون رو سیاه‌سفید کنید. دیلیتش کردم افکتمونو و میخوایم بریم یه افکتی به نام لیف کالر رو استفاده کنیم. افکت لیف کالر رو کلیک میکنم، درگ میکنم روی ویدیوم، رها میکنم. میخوام فقط این گل بمونه، بقیه سیاه‌سفید شه. خب با این قطره چکون یه قسمتی از این گل رو انتخاب میکنم و این عدد بالا رو، امانتش رو زیاد میکنم، زیاد میکنم و نگاه میکنم، میبینم بقیه دارن سیاه‌سفید میشن. البته یه قسمت از گلم هم داره میره، ولی میرم جلو تا بقیه سیاه‌سفید شن، چون هدف اینه که بقیه سیاه‌سفید شن. خب بقیه سیاه‌سفید شدن، دیگه جلوتر نمیرم، میام پایین، یه قسمت دارم تلورانس. حالا این تلورانس رو شروع میکنم تغییر دادن. الان شروع میکنم یواش یواش زیاد کردن تا برگردند اون رنگی که همین هولوشن. ولی خب بدون، اگه خیلی زیاد کنید بقیه هم برمیگردن، پس باید خیلی دقت کنید تا اینکه تا کجا برگردم که فقط گل برگرده و بقیه بر نگرد. اگه میبینید نمیشه، بعضی وقتا این مودو باز کنید و مودش رو تغییر بدید. الان ببینید مودو تغییر دادیم، خیلی بهتر شد. خب یه مقداری من تلورانسش رو کمتر کنم که اون بالاهاش هم درست شه. اینجا ببینید دیگه تموم شد، درست شد، به نظر من خیلی هم خوب شد. حالا اگر خواستید یه مقداری رنگ و لعاب بدید به گلتون، شاید حالا بابت همین تغییرات یه مقدار رنگ و آبش رفته باشه، یه دونه افکت هیو سچوریشن هم بهش میدیم. و از این قسمت سچوریشن وقتی زیاد کنید رنگ و لعاب میده. این گلتون ببینید داره پر رنگ تر، زیاد میکنم تا ببینید. حالی خب بقیه هم یه ذره تاثیر گذاشت. برمیگردم تا جایی که مد نظرم. الان خوب شد، گل کلی هم رنگ و لعاب گرفت. حتی میتونید یه دونه کروز هم بهش بدید و از این قسمت اگر خواستید روشن کنید و یا تیره کنید. اون کامپوزیشن رو دیلیت کردم، یه ویدیو دیگه میارم اینجا رها میکنم، یه کامپوزیشن برام بسازه. حالا اینجا میخوام این زردا بمونه، بقیه دیلیت شه. یه تمرین دیگه، لیف کالر رو دوباره سرچ میکنم و کلیک میکنم، درگ میکنم، اینجا رها میکنم. خب رو قطعه چکونش کلیک میکنم و این زرد رو سلکت میکنم. الان مقدارش رو زیاد میکنم تا اینکه ببینم بقیه کامل سیاه‌سفید شدن. خب بقیه کامل سیاه‌سفید شدن، فقط یه مقدار از این زردا هم رفتن. حالا میام از این قسمت تلورانس رو اضافه میکنم تا اون مقدار زردا هم برگردن. میبینید که، ولی خب به اندازه زیاد که بریم سبزا هم برمیگردن. خب زردا هم برگشتن. الان اگر بخواید میدونید اجش رو هم تغییر بدید اگر لازم بود. اینجا لازم من نمیبینم، و یا حالا اینجا شد، اگر نمیشد دوباره مودش رو تغییر میدادیم، شاید میشد. الان ببینید این ویدیو با این مود به هم ریخت، با همون مود RGB بهتر کار میکنه. خب قدم بعد این بود که میخوام دوباره یه مقدار رنگ و لعاب بش بدیم. یو سچوریشن رو میاریم روش، اعمال میکنیم و
یه مقداری سچورشنش رو بالا میبریم تا این رنگ زرد قشنگ خودش رو نشون بده تو این ویدیو. اگر لازم دیدید یه دونه افکت کرف هم روش بذارید و حالا خودتون میدونید میخواید روشن کنید، میخواید یه مقدار تیره ترش کنید. ببینید الان به نظر من خیلی جلوه بهتری گرفت این ویدیو. اون کامپوزیشن هم دیلیت کردم، یه دونه کامپوزیشن دیگه میخوام بسازم. ویدیومو درگ میکنم اینجا، رها میکنم تا برام بیاره، یه مقدار بزرگش میکنم تا ببینم. خب این دفعه میخوایم با یه روش دیگه این کارو بکنیم. کالر کیو سرچ میکنم. اینجا من میخوام این رنگ بنفش رو نگه دارم، بقیه رو سیاه‌سفید کنم. و خب وقتی دقت کنید میبینید که تلورانسش خیلی متفاوته، بنفش روشن داره، تیره داره. اینو خیلی سخت با لیف کالر میتونیم درستش کنیم و بدونید اگر از کالر کی استفاده کنیم بهتره. یه دوپلیکیت ازش میگیریم، کنترل دی میزنیم، یه کپی ازش گرفتم، پایینیه رو خاموش میکنم، نمیخوامش. الان کالر کیو کلیک میکنم، درگ میکنم روش، رها میکنم. خب این قطعه شکون رو بر میدارم و اول مثلا این بنفش تیره رو روش کلیک میکنم و توسط این تلورانس اینو زیاد میکنم تا اینکه حذف کنه. انقدر میرم جلو تا اینکه ببینید الان حالا چرا نمیبینم. این پایین اینو کلیک کنید تا اینکه پایین و پشت و مشکی نشون نده، ترانسپرنت نشون بده. حالا شروع کنیم تغییر دادن. خب من زیاد میکنم تا اینکه ببینم رو بقیه تاثیر نمیذاره. اگه یه مقدار جلوتر برم ببینید وقتی زیاد حرکت کنم الان گلم از بین رفت، برگامم از بین رفت. پس آروم آروم عجله نداریم، میریم جلو تا جایی که ببینیم فقط داره روی خود الان نه دوباره خراب کرد. پس برمیگردم، سبزان برگرده، دم دستمون هم یه مقدار سبزمون از بین رفته. خب خوبه، الان بد نیست. حالا دوباره اینجا بدونید میتونید از این اج یا از این یکی اج استفاده کنید، لبه ها رو یه مقدار بهتر کنید. حالا بعدا دوباره میتونید تغییرش بدید. حالا دوباره میام یه بار دیگه این افکت روش اعمال میکنم و این دفعه دوباره یک قسمت دیگه از این رنگ رو انتخاب میکنم، مثلا اینو انتخاب میکنم. حالا دوباره شروع میکنم تولرانسش رو تغییر دادن تا اینکه دوباره اونم حذف شه. ببینید اونم داره رنگش تغییر میکنه و عوض میشه و حذف میشه. خب اینقدر میرم جلو تا ببینم روی بقیه تاثیر نمیذاره. نه رو بقیه فعلا تاثیر نذاشته، بد نیست. میرم جلو میرم جلو میرم جلو. خب الان تاثیر گذاشت، برمیگردم تا رنگ سبزم درست شه. خب خوب شد. یه مقدار ببینم با اج میتونم این لبهاش یه مقدار مونده، با اج مقدار لبهاشو میگیرم، بد نشد. اون قبلی هم یه مقدار اج رو زیاد کنم تا لبه ها رو بگیره، بد نشد. این یکی هم تغییر بدیم ببینیم با این کاری میشه کرد یا این یه ذره زیاد کنیم. خب بد نشد. اینو هم همینطور یه مقدار زیادش میکنیم. خیلی شد، خوبه، عالی شد. اگر باز این وسط رنگ بنفشی میدیدید یه دونه کالرکی دیگه میووردید و اونو هم حذف میکردید. خب الان کاری که میخوایم بکنیم، دوباره یه دونه هیو سچوریشن اینجا سرچ میکنم، یه هیو سچوریشن هم میام میدازم روش و این دفعه سچوریشن رو میرم پایین تا اینکه کم میکنم. ببینید سیاه‌سفید شد. و کاری که الان باید بکنم پایینی رو روشن کنم. این کاری که کرد این رنگ رو حذف کرد. الان این بنفشی که میبینید از لایه پایین داره نشون داده میشه و میتونم الان اگر خواستم یه کرپس هم بهش بدم.
یه مقدار روشن‌تر شد.